با سلام خدمت آقای نظری محترم و همکاران عزیزتان، من سارا هستم از شهر هامبورگ کشور جرمنی. آقای نظری، من قبلا هم برای شما ویدیو روان کرده بودم در مورد تایرجان و باز هم این ویدیوی آخرتان دیدم در که شما خانه تایرجان رفته بودید و همراه عبدالله گپ زدید و چند سری سوال است که در ذهن ما و مطمئنم که در ذهن تمام بینندگان همه سوال شکل پیدا کرده. عبدالله در ویدیو گفت من در ایران 2,500,000 داشتم و این 2,500,000 را خرج تداوی طاهرجان کردم. این گپی بود که خود عبدالله گفت. یک شخصی که در ایران 2,500,000 داشته باشه، من خودی من در ایران کلان شدم، نوجوانی خود در ایران تر کردم، تحصیلات من در ایران تمام کردم. شخصی که در ایران 2,500,000 داشته باشه میتونه همراه 2,500,000 یک خانه بخره، اول یک ماشین بگیرم و یک زنی سالم را بگیرن، نه اینکه یک 2,000,000,000 خود خرج یک زنی معلول، یک زنی که مشکل روانی داشته و داره خرج کنه. این اصلا قابل درک نیست. تویی که اینقدر 2,500,000 داشتی، از چه خاطر آمدی یک دختری گرفتی که مشکل روانی داره؟ چرا یک زن سالمه نگرفتی؟ و گذشته از اون، این میگه که من 2,000,000,000 خرج تداوی از این دختر کردم. تویی که 2,500,000 خرج تداوی از این دختر کردی، پس چرا اینال حاضر نیستی که برای رضای خدا مردم پیسه تداوی از دختر میده؟ برای رضای خدا چرا راضی نیستی، حاضر نیستی که طاهره همراه اولادایش در کابل بره یا در هرات بره یا در ایران یا هر کشور دیگه بره تا تداوی شده؟ چرا تو از تداوی شدن طاهره میترسی؟ چون که دروغ میگی عبدالله، تو دروغ میگی عبدالله، تو دروغ میگی عبدالله، تو دروغ میگی. من این جمله را 3 بار تکرار کردم چون میفهمم دروغ میگن. او میگه من 2,000,000,000 خرج تداوی طاهره در ایران کردم. تویی که 2,000,000,000 از جیب خود خرج ازی کردی، اینالی از جیب از تو که این پیسه ها نمیره. مردم از سراسر دنیا در طاهره میخواین کمک کنن، تو از چه خاطر مخالفت میکنی؟ از چه خاطر پیش دوربین خود مظلوم میگیری اما پشت دوربین طاهره جان میترسانی؟ طاهره را میترسانه. خود شما در ویدیو دقت کنید بیننده های عزیز، لطفا در ویدیو دقت کنید که طاهره گفت من آقای نظری، من همراه شما در شفاخانه نمیرم چون من یک دختر سالم هستم، شما میخواهید که من را در شفاخانه ببرید تا زنده در گور کنید؟ اینمی گفت زد یا نه؟ چون عبدالله او را یاد داده، عبدالله او را ترسانده، عبدالله او را گفته اگر نظری تو بچه های در کابل ببره یا در ایران ببره یا در هر جای به خاطر تداوی تو را میبرن در شفاخانه زنده در گور میکنه. این دختر خوب و بد خود نمیفهمه، این دختر خوب و بد خود نمیفهمه و عبدالله یک شخصی است که پشتی الله و محمد خود قایم کرده، خود پنهان کرده پشت الله و محمد و این دختر میترسانه. پیش دوربین خود خوب نشان میده، پیش کامرا، پیش شما، پیش مردم خود خوب نشان میده ولی در تنهایی دختر میترسانه. شب روز در پیش گوشی از این دختری مظلوم میخوانه که تو قبول نکن که تداوی شوی، قبول اگه تو قبول کنی که امروز از نو از خاطر تداوی در کابل یا هر جای دیگه بری اینا تو رو زنده در گور میکنه. آقای نظری عزیز، خواهش میکنم ناامید نشوید، خواهش میکنم اولین گام، مهمترین گامی که شما باید بردارید، مهمترین قدم، اولین قدمی که شما باید بردارید ایست که یک دونه روانشناس بیارید، یک روانشناس بیارید، یک روز، دو روز، سه روز، چند روز طاهره جان تحت نظر روانشناس قرار بده، امرایش گپ بزنه، گپای دلش بشنوه، بفهمه، طاهره رو روشن کنه که تداوی از اون مهمترین چیز است. خواهش میکنم شما باید حتما یک دونه روانشناس بیارین تا همراه طاهره در تنهایی صحبت کنه و این ترسی که عبدالله در دل طاهره در وجود آورده در مورد از اینکه شما اگر او را در شفاخانه ببری زنده در گورش میکنی یا چطور چینان و خیلی گپای دیگه که مطمئنن عبدالله زده و ما نمیفهمیم، بیخبر هستیم از او گپا، اونا را روانشناس برش بگه که عبدالله دروغ میگه و
از این ترس طاهره رها شود و شما اعتماد کند و همراه شما برود. خواهش میکنم ناامید نشوید. خواهش میکنم، التماستان میکنم که طاهره را تنها نمانید. عبدالله فقط در فکر منافع خود است. فقط او میخواهد که یمی خانه در نامش شود و میترسد که طاهره تداوی شود، چون اگر طاهره تداوی شود میگه که چه ظلمی در حق طاهره کده عبدالله و همچنان پدر طاهره چه ظلمی در حق طاهره کده. ای را خوب میفهمم که عبدالله دروغ میگه. لطفاً لطفاً آقای نظری و همکاران آقای نظری، لطفا ناامید نشوید از حرفهای طاهره. اگر گفت من نمیخوایم که تداوی شویم یا خدای نخواسته، عبدالله واکنش تندی نشان داد. خواهش میکنم شما ناامید نشوید و اعلان نکنید، چون که طاهره نیاز به کمک شما دارم. عبدالله میگه دکترها گفته این 20% شاید خوب شد، اما 20% هم از صفر خیلی بهتر است. 20% هم 20% هم چه فرق داره؟ تو چی کار هستی؟ تو چی کار داری؟ تو یکی 2 میلیارد پیسه خرج تداوی هستی در گفته خود خود ایران کردی؟ خب تو چی کار داری؟ از جیب از تو چی میره؟ بانک مردم، بانک ما، مایی که در خارج هستیم، دیگر دوستانی که پیسه روان میکنه، بانک ما کمک کنیم و همون 20% طاهره بهتر شود، شفایاب شود، صحتمند شود. چرا از صحتمند شدن طاهره میترسی؟ آقای عبدالله این گپی از ما است و گپی تمامی کسایی که ویدیوی طاهره رو دیدن. همه ای ما از تو سوال داریم آقا عبدالله، چرا از صحتمند شدن طاهره میترسی؟ چرا تو میترسی که طاهره صحتمند شود؟ چون که وقتی طاهره صحتمند شد می ده همه جا افشا میکنه که تو دروغ میگی، تو چی انسانی رزل و شیطان صفتی هستی که خود پشت نام الله محمد پنهان کرده. ای را خود تو خوب میفهمی و از این خاطر از صحتمند شدن طاهره میترسی و مخالفت میکنی که سردان نظری و دوستانشان طاهره جان در کابل یا ایران یا هر کشور دیگر یا در خارج بیارن از خاطر تداوی. ای علت مخالفتی از دوست، ای را همه ما میفهمیم. ولذا از دوستانی عزیزی که پیسه روان کردن از خارج، از هر جایی که پیسه روان کردن، یک دنیا تشکری میکنم. انشاءالله که خداوند هم در زی دنیا هم در آخرت نجر از اجر و قرب نصیبتان کنم. یک دنیا تشکری میکنم از شما آقای نظری عزیز و همچنین کسانی که پیسه روان کردن. لطفاً طاهره را، آخرین گپ ما همیست، لطفاً طاهره را فراموش نکنم.